بنجامین بریر، توریست فرانسوی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. به گفته سعید دهقان، وکیل دادگستری، این اعتصاب قضا در اعتراض به محرومیت از حق تماس تلفنی و ارتباط با خانواده در شب کریسمس صورت گرفته. سارا دماوندان گزارش می‌دهد. اوایل خرداد ماه سال گذشته، یعنی حدود 17 ماه پیش، بنجامین بریر، توریست فرانسوی در نزدیکی مرز ترکمنستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط دادستانی انقلاب مشهد به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. از آن زمان تا به امروز او در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری میشه. اتهامات آقای بریر شامل عکس برداری از مناطق ممنوعه، تبلیغ علیه نظام و طرح ممنوعیت حجاب و پرداختن اون در شبکه‌های اجتماعی بوده. بریر اکنون دست به اعتصاب قضا زده. سعید دهقان، وکیل وی، با اشاره به اعتصاب قضای آقای بریر در صفحه شخصی خود نوشت: دادگاه انقلاب مشهد برای رسیدگی به اتهامات سیاسی بنجامین بریر که 570 روز در بازداشت بوده منتظر چیست؟ آقای دهقان پیشتر نیز درباره اتهامات وارده به بریر گفته بود: با وجود ابهامات و تناقضات در اتهامات او، تا کنون اجازه دسترسی به پرونده وی داده نشده و در کنار نگرانی خانواده از وضعیت او در زندان وکیل آباد مشهد، عدم دسترسی به پرونده توسط وکلا یک فاجعه است. در حال حاضر چندین شهروند دو تابعیتی آمریکایی ایرانی مانند سیامک و باقر نمازی، مراد طاهباز و چند شهروند اروپایی ایرانی چون نازنین زاغری، احمد رضا جلالی، بنجامین بریر و تعداد دیگر در ایران زندانی هستند. بلاندین، خواهر بنجامین بریر، چندی پیش به روزنامه الشرق الاوسط گفته بود که برادرش میتونه بهانه چانه‌زنی ایران در مذاکرات با کشورهای غربی باشه. وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر از جمله ایرانیان دو تابعیتی رو توسط ایران محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی‌قید و شرط آنها شده. جمهوری اسلامی ایران در گذشته از بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی در مذاکرات با دولت‌های غربی استفاده کرده است. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر، آلمان.